هشدار درباره بالا رفتن نرخ بیکاری در پی تحریم ها و راهکارهای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برای برون رفت از اوضاع فعلی. موضوعات مورد بحث در صفحه 2 آخر هفته. سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. بر اثر تحریم‌ها ممکن است تا 1 میلیون شغل در ایران از بین برود. این را وزیر کاری می‌گوید که همین هفته از کار برکنار شد. در مصاحبه‌ای پیش از استیضاحش گفت 3 میلیون بیکار را در دوره 5 ساله وزارتش به دوش کشیده و در سال‌های آینده آنها بیشتر هم می‌شوند. و البته معتقد است که تحریم می‌تواند به ایجاد شغل در بعضی جاها کمک کند، مثل بخش تولید پوشاک یا کفش. حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونیش این هفته گفت که دولتش در طول یک سال 700,000 شغل ایجاد کرده، گرچه خود او هم اذعان کرد که این هنوز بسیار کم است. بیکاری در دولت دوم حسن روحانی سیر سعودی داشته، به ویژه بیکاری جوانان و زنان. در این برنامه درباره بیکاری و صحبت خواهیم کرد و ارتباط آن با تحریم ها. امیر رزاقی جامعه شناس و پژوهشگر از تهران با ماست، آسیه امینی کارشناس مسائل اجتماعی از ترونتهایم نروژ و هادی کهالزاده کارشناس اقتصاد سیاسی و پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی از بوستون. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای رزاقی، به نظر شما چقدر وضعیت کنونی در مورد بیکاری زایده عملکرد آقای ربیعی هست که این هفته برکنار شد، چقدر ناشی از مشکلات دیگری هست که از پیش وجود داشته و در دولت روحانی هم به خاطر تحریم ها شاید بهش دامن زده شده؟ با درود به شما و میهمانان گرامی و بینندگان عزیزتون، باید عرض کنم که بحث اقتصاد و بحث بیکاری تنها به جناب آقای ربیعی یا وزارت کار مربوط نمیشه. بحثی است در هم تنیده، بحثی است که در واقع سیاست در اون نقش میتونه داشته باشه و مسائل اجتماعی هم به همچنین. ببینید، من فکر میکنم باید اینطور بگیم که چرا دولت جناب آقای روحانی نتونستن پس از توافقنامه برجام از فرصت پیش اومده استفاده کنن. ببینید، در واقع دولت اومد سرمایه گذاری کرد روی در واقع شرکت های بزرگ و بنگاه های اقتصادی بزرگ در واقع خارجی، مثل نفت، گاز، پتروشیمی. از ایجاد بنگاه های در واقع فرصت رو ایجاد نکرد که بنگاه های کوچک و متوسط هم ورود پیدا کنن و بتونن در حوزه اقتصاد ایران وارد بشن و به تبع اون بتونن ایجاد اشتغال کنن. نه، در واقع من فکر میکنم یک فرصت سوزی در این مدت ایجاد شد. بسیار خوب. آقای کهالزاده، نظر شما چیه؟ اشتغال یه وابسته هست به اقتصاد ملی ایران، به میزان تولیدی که انجام میشه و وضعیت کسب و کار، محیط کسب و کار، و وزارت کار در اون نقشی به معنای این که بتونه اشتغال ایجاد بکنه نداره. به طبع اگر اقتصاد ملی ایران رشد بالایی داشته باشه، مشاهده تولید شغل خواهیم بود و تعداد کسایی که به کار گرفته میشن بیشتر هستش. اتفاقی که افتاد در سالهای اخیر بود که نه به دلیل برجام، بلکه به دلیل ثباتی که تو اقتصاد ایران شکل گرفت و امیدی که شکل گرفت، ما نزدیک 1.5 میلیون شغل در 2 سال اخیر ایجاد شده که بخش عمده ای اونها در بخش خدمات و به عبارت اینها پیامدها و اثر غیر مستقیم برجام هست و اثر مستقیم برجام نیست. در بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های بالای 10 نفره خیلی شغل ایجاد نشده. اون چیزی که شغل ایجاد شده بنگاه‌های کم ولی به شغل و در با درآمدهای کم و بیشترش عمدش 90% در بخش خدمات هست. بنابراین از منافع برجام شاید بشه گفتش که به طور غیر مستقیم بازار کار ایران بهره برده. ولی اینکه نقش وزارت کار چی هست این وسط، وزارت کار نقشی در تولید اشتغال نداره. در سیاست گذاری برای اشتغال و فراهم کردن زمینه های اون و هدایت دستگاه های سایر دستگاه های دولت برای اینکه زمینه رو برای اشتغال فراهم بکنن، در کنار سیاست های حمایتی از نیروی کار، هم از حمایت های اجتماعی یا حمایت حقوقی، وزارت کار درش نقش داره. صحیح. بنابراین آقای ربیعی رو شاید نتوان گفت مقصر یا مسئول شغل آقای ربیعی رو میشه در مورد سیاست هایی که برای بازار کار ایران
به مجلس معرفی کرد، به دولت معرفی کرد، مورد نقد قرار داد، نه به دلیل شرایط اشتغال کشور. چقدر در این سیاست ها خانم امینی فکر میکنید که آقای ربیعی یا کسانی که سیاست گذار هستند حق و جایگاه نیمی از جامعه که زنان باشند رو در نظر گرفتن؟ چون به نظر میاد که در طی سالهای گذشته روند اشتغال زنان یک سیر منطقی نداشته با توجه به فارغ التحصیل‌های گسترده‌ای که از دانشگاه‌ها داشتیم و همینطور خواسته زنان برای مشارکت و حضور بیشتر. ببینید، وقتی در مورد آسیب پذیری یا آسیب دیدن زنان از سیاست‌های ناکارآمد دولتی حرف می‌زنیم در حوزه شغل و یا بحران بیکاری، در واقع به نوعی این موضوع ربط پیدا می‌کنه به سیاست‌هایی که در حوزه استخدام اونها وجود داشته. برای اینکه پیش از این هم ما با طرح‌هایی از طرف دولت مواجه بودیم که یا حتی گفته‌هایی که نماینده‌های مجلس بهش اشاره می‌کردن که در حوزه استخدامی در واقع زنان جزء لایه‌های آخری بودن که جذب میدان کار می‌شدن. از طرف دیگه سیاست‌های جمعیتی که حکومت در حداقل 10-15 سال اخیر در پیش گرفت، به نوعی پس زدن نیروی زنان رو در بازار کار و حوزه اشتغال به دنبال داشت. ما اگر به نرخ بیکاری زنان در 10 سال گذشته اشاره بکنیم، طبق آمارهای رسمی بین سالهای 2005 تا 2015 نرخ جمعیت زنان تقریبا میشه گفت که نصف دو برابر مردان بوده. بنابراین همیشه این آسیب پذیری در حوزه زنان وجود داشته، هم در حوزه استخدامی هم در بحران بیکاری. و آقای کمالزاده، فکر میکنید که به لحاظ اجتماعی تاثیرش چه هست؟ اگر که به بیکاری زنان و جوانان کمتر توجه شده، آیا این تاثیرات اجتماعی خاصی در ایران به جای گذاشته در سالهای اخیر یا نه؟ فکر میکنید هنوز اولویت با این هست که با توجه به سنت‌های جاری در جامعه ایران برای مردها اول شغل پیدا بشه؟ ببینید، یه بحث خیلی مفصلی هست که تو کل منطقه خاورمیانه ما این مشکل رو داریم. یکی از نقدایی که به برنامه اشتغال هست که اینا شمولیت اجتماعی رو لحاظ نمی‌کنن. سوشال نورما یا نورمایی که مرد رو متولی درآمد اصلی خانواده میدونه و شغل به اون ارائه بکنه هست، و بنابراین ما شاهد هستیم که نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار از 17% فکر میکنم به 12% رسیده. البته در دوره آقای روحانی نرخ بهتر شده، البته در از میزان 1.5 میلیون شغلی که ایجاد شده تقریبا 1.5 برابر خانم ها شغل براشون ایجاد شده، ولی این فاصله بسیار زیادی هست. هنوز نرخ مشارکت دختران جوان ما چیزی حدود 8-9% که نرخ بسیار بسیار پایینی هست. اگر که برنامه اشتغال نتونه شمولیت اجتماعی به معنایی که در بر بگیره جوانان رو و زنان رو، ما به شغل پایدار و شرایط پایداری برای اشتغال نمیرسیم. تبعات اجتماعی بسیار زیادی داره، اما میشه گفتش که دولت در این زمینه گام‌هایی برداشته، یا حداقل حالا شاید هم به صورت اتفاقی از 1,300,000 شغلی که ایجاد شده 800,000 تا اینها به خانم ها رسیده، اما همچنان این فاصله زیادی هست. بله. و ما یک چیزی حدود از 20 میلیون جمعیت جوان کشور ما، نزدیک 8.5 میلیون جمعیت جوان عملا در هیچ برنامه‌ای به قول نت محسوب میشن، نه در آموزش هستن و نه کار میکنن و نه هیچ برنامه آموزشی دارن. به نوعی میشه گفتش که 15 میلیون از جمعیت 20 میلیون جوان ما عملا غیر فعال هستن. یعنی شما فکر میکنید مشکل اصلی الان در بحث جوانان هست تا زنان؟ هر دو بخش دچار مشکل هستن. به هر حال زن بودن و جوان بودن اینو تشدید میکنه. و مثلا دوره گشتن به کار برای پیدا کردن کار برای خانم در ایران 3 برابر یک آقای دانشجو یا آقای فارغ التحصیل هست. صحیح. و دلایل بسیار زیاد داره. یکیش میتونه این باشه که باور اجتماعی هست که مرد متولی تامین منابع هست، نباید اما از مهارت‌های فردی هم غافل شد که به هر حال مشکل عمومی بازار کار ایران عمده ترینش نبود مهارت و نبود اطلاعاتی که طرف عرضه و تقاضا بتونه با هم مچ بکنه، که اینو میشه بیشتر در موردش توضیح داد.
آقای رزاقی، اشاره کردن دو مهمان دیگه به مشکلات جزئی تری که در بازار کار الان وجود داره. من میخوام از شما به عنوان کسی که در جامعه ایران کار میکنید و از نزدیک با این مسئله روبرو هستید بپرسم که چقدر این معضل که کارهای پایدار نیستند، کارهای سوری هستند، الان به چشم شما میاد و این چه تأثیری داره در بازار کار؟ وقتی شما میگید یه کاری پایدار نیست، منظورتون چیه؟ ببینید، در واقع الان همونطور که مهمان عزیز اون فرمودن، بخش خدماتی میشه گفت بیش از 50% از بازار رو اشغال کرده و پس از اون بحث در واقع بخش صنعت حدود 30% و بعد از اون بخش کشاورزی حدود 16%. ببینید، در واقع وقتی ما بحث از بخش خدماتی وقتی روش پیدا میکنه، این روش پیدا کردن بخش خدماتی میتونه گویای این باشه که جامعه در نتونستیم به سمت توسعه پیش بریم. برنامه های توسعه ایمون موفق دامیز نبوده. ما در بخش صنعت پسرفت پیدا کردیم. در بخش کشاورزی نسبت به 10 سال پیش، 10 سال پیش 24% بود سهم کشاورزی، امروز شده 16%. ببینید، این نشون میده ما هیچ توسعه ای نداره. این در واقع در بخش خدماتی هستش و آقای رزاقی، اگر غیر ثابت هستش، الان شرایط فعلی رو در نظر بگیریم با توجه به تحریم ها، کدوم یکی از این بخش ها بیشتر در خطر ریزش نیرو هستن؟ اگر شما میگید که بخش بیشتر کسانی که کار میکنن در بخش خدمات هستن، ممکن است یکی هم بگه خب این حسنش این هستش که الان در بحث تحریم ممکن است که اینا کمتر سر نمی بینن، چون ارتباط مستقیمی با تحریم ها به اون شکل پیدا نخواهند کرد. نه، طبعا بالعکس من میخوام بگم بخش خدمات ناپایداره، ناثابته. بخش اقتصاد کشاورزی ثابت تر هستش. وقتی با بخش خدمات هست، بخش خدمات بخشیه که درگیر میتونه باشه با صنعت و درگیر با کشاورزی هست، یعنی داره زندگی روزمره مردم رو به نوعی تأمین میکنه. این ثبات نداره. این هر گونه اختلالی در بازار میتونه باعث ریزش نیرو بشه، میتونه بنگاه ها رو از بین ببره، بنگاه های خدماتی از بین میره. این تاثیر منفی داره اتفاقا به نظر من در بحث خدمات، یعنی و ما در آینده باعث ریزش زیادی در بحث خدمات خواهیم داشت، چرا که نتونستیم بخش های دیگر در حوزه های دیگه فعال کنیم و در واقع بتونه هندل کنه، هدایت کنه به در واقع نیروی کار، عظیم کار. چرا نتونستن؟ فکر میکنید مشکل کار دولت آقای روحانی چه بود که در اون 2 سالی که بعد از تحریم ها به هر حال صحبت این بود که سرمایه گذاری هم علاقه مند هستند، خارجی ها سرمایه گذاری کنن و صحبتش بود، چرا نتونستند اون سرمایه ها رو بگی جذب بکنن، 1-2 هدایت بکنن به اون مسیری که شما میفرمایید؟ ببینید، این عوامل متعددی میتونه داشته باشه. ببینید، اقتصاد ما یه اقتصاد ناسالمه، اقتصادیه که در اون رانت وجود داره، اقتصادی است که در اون رقابت آزاد وجود نداره، اقتصادی است که از ظرفیت ها استفاده نمیشه. در واقع میتونم اینطور بگم که فضای مناسبی رو ما برای سرمایه گذاری ایجاد نکردیم. سرمایه گذار میخواد بیا سرمایه گذاری کنه، وضعیت ناامنی وجود داره. میدونیم ما قانون منسجم و قانون منضبطی نداریم برای حمایت از سرمایه گذار. به همین خاطر سرمایه گذار نمیاد سرمایه گذاری، حتی سرمایه گذارهای داخلی هم سرمایه گذاری نمی کنند. میدونیم برای اینکه این ثبات وجود نداره. از طرفی ما تو بحث سرمایه گذاری در بحث اشتغال با مسئله بزرگی مواجهیم و اینکه نمیتونیم کارآفرینی ایجاد کنیم. عوامل متعدد دست پاگیری وجود داره، مثل عواملی مثل دارایی، عوامل دیگه مثل بیمه و عوامل متعدد دیگه مثل تسهیلات، ارائه تسهیلات. اینها باعث میشه که ما نتونستیم در واقع در این تمام این عوامل دست به دست هم ندان که نتونستیم در بحث اقتصاد در واقع حرفی برای گفتن داشته باشیم و بتونیم اقتصادمون رو به جلو ببریم. و آقای کاظم، به هر حال ایران تنها اقتصاد نفتی منطقه نیست، تنها اقتصاد نفتی جهان هم نیست. بسیاری از اقتصادهای نفتی جهان هستن که میتونن به هر حال این مشکلات رو به نوعی باهاش کنار بیان. چرا ایران نمیتونه؟ و میشه شما برای ما یه مقایسه بکنید با یه کشور دیگه‌ای که داره با اقتصاد نفتی اداره میشه ولی این مشکلات رو به این شکل نداره یا کمتر داره؟ شاید مالزی که قسمت نفتش یا بعضی کشورهایی که نفت رو به عنوان محور توسعه گرفتن و اون رو وصل کردن به صنعتشون مثال خوبی باشه. الان مثال مشخصی حالا نروژ رو نمیشه در نظر گرفت، اونو فرق میکنه. اما اگه از منظر خاورمیانه نگاه کنیم، رفتارهای همه کشورها در منطقه منا، شمال آفریقا و خاورمیانه شبیه به هم دیگه هست.
ولی کشورهای ممکن در جنوب شرقی آسیا مثل مالزی که پیوند دادن حوزه نفتشون یا نفتشون شده محور توسعه صنعتی و استراتژی مشخصی دارن استفاده کردن. مشکل بیکاری در ایران و مشکلی که چرا نتونسته اون نکاتی که دوست عزیزم فرمودن رو میشه تحت عنوان هزینه های مبادلاتی، یعنی هزینه هایی که نهادهای خارج از نهاد تولید به نهاد تولید تحمیل میکنن دید. و به علاوه این که ما نظام بانکی ما فرضاً دوچار مشکل بوده به عنوان یکی از اعضای مبادلاتی و مثالی که ایشون زدن در کنار این که حالا ما میتونیم تحت عنوان نامساعد بودن فضای کسب و کار ازش یاد بکنیم و در کنار اون مسئله این که به هر حال ما در تحریم بودیم در سالهای گذشته و بخش صنعت ما دوچار مشکل رکود عمیقی بوده و نتونسته شغلایی هم که الان اینجا شده دوباره و دوباره دست خواهد رفت، دوباره به این بخش تحمیل خواهد شد. تحریم‌های جدید حتی من نمیدونم آقای ربیعی چگونه حساب کرده محاسبه کرده 1 میلیون شغل از دست رفته رو، اما این شغلا به دلیل اینکه هم تولید دچار رکود خواهد شد، منابع تامین کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای دچار مشکل خواهد شد، تولید مشکل منابعش تشدید خواهد شد و هم در طرف تقاضای اقتصاد مشکلات ایجاد خواهد شد و بی‌ثباتی و تنشی که در اقتصاد ایران هست و در فضای سیاسی هست به عنوان تشدید کننده هزینه های مبادلاتی و بالا بردن این هزینه های مبادلاتی عمل خواهد کرد، ما باز هم شاهد خواهیم بود که دوباره اگرچه بنگاه های متوسط و بزرگ و بالای 10 نفر ما از برجام منفعتی نبردن اما از تحریم زیان زیادی خواهند کرد، ولی مقدارش را مشخص است که چقدر این اتفاق خواهد افتاد. نفت هم اگه توسعه پیدا کرده بود شاید امروز نمیتونست خیلی کمک بکنه به این که ما در شرایط تحریم بتونیم از وضعیت اقتصادی خودمون استفاده کنیم. بازار کار مشهد یکی از مهمترین مسائلش در کنار بحث شرایط محیط کسب و کار یا هزینه های مبادلاتی بالایی که داره مسئله مهارت، فاصله مهارتی، اون چیزی که نظام آموزشی ما تولید میکنه اون چیزی که بازار کار ما نیاز داره فاصله زیادی هست. گفته میشه 80% اون چیزی که تولید میشه به عنوان دانشجو و مهارت که تولید میشه 20% نیاز بازار ما رو تامین میکنه. میشه از این منظر آقای ربیعی رو نقد کرد که چرا اقدام جدی برای لینک کردن بین آموزش و نظام اشتغال ایران انجام نداده، یا گپی که برای اطلاعات هست و عرضه کننده و تقاضا هم کننده نمیتونن به خوبی همدیگر پیدا بکنن. خانم امینی، شما سالها در ایران در حوزه اجتماعی کار خبری کردید، از نزدیک با اقشار مختلف صحبت کردید، فکر میکنید که این مشکل ریشش چی هست؟ این همین مسئله که آقای کاغذزاده میگن، این که سیستم آموزشی ایران نیروی ماهر برای بازار کار تولید نمیکنه، از کجا این مشکل نشد میگیره؟ ببینید، من اصلا میخوام بیام پیشنهاد کنم بگم که فراموش کنیم که الان با موزلی به نام تحریم مواجه هستیم. یعنی جامعه ایران اگر با مسئله به نام تحریم امروز مواجه نبود، آیا بازار کارش، بازار در واقع اشتغالش و مسئله اقتصادش دچار مشکل نبود؟ واقعیت اینه که مسئله اشتغال همیشه در ایران مسئله بوده و مسئله بودنش هم فقط به امروز و مسئله تحریم های امروز بر نمیگرده. وقتی هم که ما در مورد بحران بیکاری بعد از تحریم حرف میزنیم، در واقع این آماری که داده میشه باز هم آمار واقعی نیست، چون آماری هست که بیشتر ناظر به افرادی هست که از دولت مزد بگیر هستن، در حالی که فرق داره وقتی که ما از بین رفتن شغل حرف میزنیم، فرق داره با اینکه یک فردی بیکار میشه. فرد اگر بیکار بشه کسی دیگه این میتونه جایگزینش بشه، اما وقتی که شغل از بین میره در واقع بیشتر از یک فرد یا یک خانواده با موزل مواجه میشن. اجازه بدین رجعت بکنیم به تحریم ها و مشکلاتی که ما قبلا داشتیم، مثل بحران هایی که در زمان جنگ داشتیم و بعد از جنگ داشتیم. به طور مثال کشاورزانی که نتونن محصولات کشاورزیشون رو به بازار عرضه بکنن، در واقع به نوعی اینها هم به اون جمعیت بیکاران اضافه میشن به انضمام این که شغلشون در معرض از بین رفتن قرار میگیره. بسیاری از چایکاران شمالی در سالهای گذشته دچار موزل این شدن که اگر یک سال نتونن از چای محصولات چایشون برداشت بکنن، اون بوته چای از بین میره و بوته چای
سالها طول میکشه تا به محصول برسه. و همین رو شما ببینید در ارومیه با موزل انباشت محصول طرف هستیم که به فروش نمیرسه، در حوزه صادرات مواجه هستیم، در حوزه تولید در واقع نگهداری در سردخانه ها دچار مشکل هستیم. یعنی فکر میکنم باید گفت که آقای ربیعی وقتی به محصولات مثل زعفران اشاره میکنن، این چیزی شبیه شوخیه، برای اینکه شما زعفران رو در کدوم بازار جهانی میخواییم به فروش برسونین؟ بعد زعفران مگه نان میشه برای مردم؟ اشارتون به این هست که آقای ربیعی، من بذارید برای کسانی که نمیدونند این بخش از مصاحبه ایشون رو بگم، در روزنامه اعتماد وقتی مصاحبه کردن گفتن که در تحریم یک سری صنایع آسیب میبینن، ریزش نیرو دارن، ریزش شغل دارن، مثل صنایع پایین دستی پتروشیمی، ولی مثلا رشد میکنه، پوشاک رشد میکنه، کفش رشد میکنه، و در بخش کشاورزی هم ظاهرا ایشون معتقدن که به تحریم بخش کشاورزی بی‌اعتناست. از جمله مثلا گفتن زعفران به تحریم بی‌اعتناست، که خب این جوابی که شما میگید در پاسخ به همین صحبت ایشون هست. بله، به انضمام این که به علاوه همه این سوء مدیریت ها، ما باید در واقع تبعیض فاحشی رو که در تخصیص بودجه در کشور وجود داره اشاره بکنیم. شما به در واقع بودجه همین سال 97 که با وجود پیش بینی تحریم ها از طرف همین دولت به مجلس ارائه شد، نگاه بکنید میزان بودجه‌ای که همچنان داره به در واقع سازمان‌های مذهبی و سازمان‌هایی که به هیچ جا هم پاسخگو نیستن داده میشه، بسیار بیشتر از بودجه‌ای هست که در بخش اشتغال زایی و در بخش تولید و در واقع با بدهکاری که دولت به بازنشسته‌ها، به معلمان و به کارمندانش داره، بسیار بیشتر از اونها هست. بنابراین بخشی از این مدیریت بحرانی که وجود داره فقط به تحریم بر نمیگرده، واقعا به سوء مدیریت و سوء تدبیر و سیاست گذاری های اشتباهی که از قبل وجود داشته و همچنان داره ادامه پیدا میکنه برمیگرده. آقای رزاقی، بحث دیگری که مطرح هست بحث برنامه‌ها و طرح‌های کوتاه مدتی هست که بیشتر از اینکه فایده داشته باشه گهگاه ضرر زده. مثلا ظرف من یه مثال میخوام بگم، این مورد اخیر که مثلا در مورد بعد از تعطیل شدن تلگرام صحبت این بود که بسیاری از کسانی که روی تلگرام کار میکردن الان کارشون از دست دادن. چقدر فکر میکنید که این ناهماهنگی ها، این بیتوجهی های مقطعی به مسائل اینچنینی کار دست دولت داده در زمینه اشتغال؟ ببینید، در واقع همونطور که فرمودید، پس از رشد فضاهای مجازی، در واقع بحث اقتصاد و بحث حالا تبادل اقتصادی و فروش کالا در اونجا خیلی رشد کرد، و پس از اون که در واقع تلگرام و برخی از در واقع این فضای مجازی فیلتر شدن، مشکل بزرگی ایجاد کرد. ببینید، باز هم نمیتوان گفت که فضای مجازی و اون در واقع فروش هم میتونه، اون هم بعضی بخش خدماتی میشه محسوبش کرد. میدونید، بس اینه که در واقع مشکل اصلی ما اینه که دولت نتونست تو بحث صنایع، به ویژه صنایع سنگین، اقدامی انجام بده. ببینید، دولت در بحث کشاورزی هیچ کاری رو نتونست انجام بده. میدونید، مشکل دولت اینه. خب حالا بحث فضاهای مجازی درسته، اون هم بخش از بخش خدماتی محسوب میشه. میدونید که آقای رزاقی چرا نتونست این بحث این که دولت در بحث سرمایه گذاری در تولید و عمران، بخش هایی که میتونه اشتغالزا باشه، به طور در واقع پتانسیل ایجاد شغل زیاد رو داره، به درستی سرمایه گذاری نکرده، بحث این دولت و دولت های قبلی نیست، بحثی است که همواره وجود داشته. فکر میکنید چرا در ایران این مشکل پیش میاد که وقتی که مثلا اگر دولتی هم مشکل داره، اول از همه از بودجه عمرانیش میزنه، در حالی که بودجه عمرانی میتونه اشتغال تولید بکنه؟ ببینید، این دو تا بحث هستش. یکی این که سیاست گذاری های درستی وجود نداره، ارزیابی های درستی وجود نداره، برنامه های توسعه غلطی در واقع اجرا میشه. از طرف دیگه باید یک چیز رو نایده نگیره، و اون که برخی ها نمیخوان این سیاست گذاری انجام بشه، نمیخوان سرمایه گذاری انجام بشه. چرا که همون بحث رانت بودن، رقابتی نبودن، و بحثایی که مطرح کردن، فساد در سیستم، این سبب شده که در بعضی از بخش ها نشه سرمایه گذاری کرد. آقای رزاقی، آیا فکر میکنید دانش کافی بین مقام های کشور، بین مسئولان کشور، در مورد اینکه
مثلا بیکاری ممکن هست چه مسائل اجتماعی در پی داشته باشه وجود نداره یا اون رو جدی نمیگیرن؟ مثلا ما همین الان تمام اعتراضاتی که از دی ماه به بعد بوده گفته میشه که به نوعی ریشه در همین نارضایتی اقتصادی داره و مسئله بیکاری. نه نه نه، ببینید دانشش وجود داره. ببینید اگر ما نگاه کنیم به مطالعات در واقع مرکز مطالعات مجلس و نهادهای دیگه، میبینیم که مطالعات بسیار خوبی رو در حوزه اشتغال در حوزه کار انجام دادن. یعنی واقعا اونها مطلب رو بیان کردن. این که بگیم دانش وجود نداره، نه، دانشش وجود داره. عرض کردم مطالعات خوبی صورت گرفته، آمارهای خوبی داده شده. متاسفانه عرض کردم در اون سیاست گذاری ما مشکل داریم، در اون برنامه ریزی مشکل داریم، در اجرای برنامه ما مشکل داریم، میدونید، نه در بحث دانشش. درسته. خانم امینی بفرمایید. راستش من با آقای رزاقی خیلی موافق نیستم، برای اینکه به نظر من دانش تئوریک یا آمار و اطلاعات و در واقع دانشی که در حوزه نظری تولید میشه بازار کار درست نمیکنه. اشتغال در هر جامعه، شما به همه کشورهای توسعه یافته، به سیستم آموزشیشون و به سیستم اجرایی دولت‌هاشون نگاه بکنین، در واقع سیستم آموزشی در دو بخش تقسیم میشه. یکیش سیستمی هست که کسانی که میخوان در بحث‌های نظری مطالعه بکنن، تحقیق بکنن یا دانششون رو در اون حوزه ادامه بدن، وارد اون میشن و بخش عمده از بودجه آموزشی کشور، در واقع همه این کشورها در جوامع غربی، صرف تولید و تربیت کسانی میشه که بتونن مولد باشن در جامعه ایران. داشتن دانش و آمار و اطلاعاتی که در حوزه اقتصاد، در حوزه صنعت، در حوزه ریاضی، فیزیک، علوم پایه وجود داره، ایران میشه گفت که یکی از کشورهایی هست که سرآمد این علوم هست. اما آیا این علوم اشتغال زایی کرده؟ من فکر میکنم خانم امینی بحث آقای رزاقی با این متفاوت بود. بحث این بود که در واقع دانش یا اطلاعات و پژوهش‌های لازم در زمینه مشکلات وجود داره، ولی در برنامه ریزی برای حل اونها اقدام لازم صورت نمیگیره. از این منظر اگر بخوام، بله بله آقای رزاقی، من فقط جمله‌مو تموم بکنم. من می‌خوام بگم که اتفاقا در این حوزه هم به نظر من این دانش هرگز منجر به نتیجه‌ای که بخوایم داشته باشیم ندیم. بنابراین آمار و اطلاعاتش هم به هیچ دردی نخورده، نه دولت تونسته از اون استفاده بکنه، نه در بازار کار و در واقع تولید نیرو منجر به نتیجه شده. آقای کاوزاده شما رو یادمون نرفته، ولی اجازه بدین آقای رزاقی جواب این رو بدن، بعد برمیگردیم به شما. بفرمایید. من فکر می‌کنم من فکر می‌کنم سرکار خانم حرف منو تایید کردند. من هم همین رو عرض کردم که دانش وجود داره، مطالعات خوبی صورت گرفته، بحث‌های نظری خوبی داره، ولی مشکل ما در سیاست گذاری است. در مشکل ما در سیاست است، مشکل ما در برنامه ریزی است، مشکل ما در اجرای برنامه است. دقیقاً من فکر می‌کنم خانم حرف منو تایید فرمود. بله بفهمه آقای کاوزاده، بفهمه شما. من فکر میکنم که وضعیت در این که هر دو صحبت هر دو بزرگوار رو من قبول دارم، به این معنی که ما مشکل مهارت داریم، نظام آموزشی ما مهارت تولید نمیکنه و مشکل سیاست گذاری هم میشه از این وضع نگاه کرد. جلسه استیضاح وزیر کار به خوبی نشون داد که بخش عمده‌ای از سیاست گذارای ما هیچ دغدغه جدی برای مسئله اشتغال در ایران ندارن. اگه شما نگاه بکنید به جلسه استیضاح، یک غارت، یک نزاع مشمئز کننده ای برای قارت منابع کارگری در ایران را در عشق به خوبی میبینید که دو بخش دارن با همدیگه رقابت میکنن و نزاع میکنن که چگونه از این منابع کاری و کارگری بیشتر منفعت و سود رو ببرن، بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای شغل و معیشت نزدیک 20 میلیون جمعیت جوان کشور داشته باشن که نزدیک 8.5 میلیون اونها هیچ شغلی ندارن، هیچ برنامه‌ای ندارن و در هیچ جا 43% جمعیت جوان کشور عملاً خارج از تولید هست در دوره که باید تولید بکنه. و این نشون میده که فضای ذهنی سیاستگذار به جای اینکه پرداختن به مسئله باشه و حل اون باشه و اینکه وزارت کار برنامه‌ریزی کنه برای وزارت بهداشت و برای وزارت آموزش پرورش که ما در 10 سال آینده به این مهارت‌ها نیاز داریم، این رشته‌ها، یا برای وزارت علوم که این رشته‌ها باید تولید بشه، یا اینکه ما شاهد تکرار یک بحث صرفاً برنامه بودیم در تمام دوره‌های وزارت کار و اون هم پول پاشی و ما طرح جا اشتغال فراگیر رو میبینیم که عملا تکرار در این که نقدهایی داره به طرح بنگاهی زود بازده 33,000 میلیارد تومان. من مخالفت کنم با نکته خانم امینی که گفتن این بودجه فرهنگی قطعا ظالمانه است و
باید قطع بشه، ولی اینا 33 برابر تقریبا 30 برابر این بودجه فرهنگی دولت در نظر گرفته برای طرح فراگیر اشتغال. من بودجه مذهبی رو گفتم نه بودجه فرهنگی رو. من تخصیص مثلا بودجه به سازمان مجمع جهانی اهل بیت و نمایندگی ولی فقیه در جاهای مختلف یا حوزه های علمی رو خیلی خیلی کار فرهنگی نمیدونم. نه کاملا درست میفرمایید. میخوام عرض بکنم که کاملا درست میفرمایید. بودجه به ناحق به جامعه مصطفی دفتر آقای خمینی یا دفاتر مختلفی داده میشه در شرایطی که باید همه اینا به نظرم الان قطع بشه، ولی 33 هزار میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر در نظر گرفته شده، 26 هزار میلیارد تومان دوره آقای احمدی نژاد که یکی از ریشه های اصلی بحران بانکی ما و اینکه چرا نتونست با نظام بانکی ما منابع رو این حجم نقدینگی رو سامان بده در اقتصاد و شغل ایجاد بکنه، همین پول پاشی ها بود. نزدیک 100 هزار میلیارد تومان دولت آقای احمدی نژاد به پیمانکارا که بزرگترین حدود 25% اشتغال ایران تولید میکنن بدهکار شد و اونها رو عملا ورشکستگی کرد. یکی از اصیلترین بخش خصوصی ایران که 60 ساله داره برای کشور کار تولید میکنه و جامعه شریف مهندسان ما هستن پیمانکارا رو عملا ورشکستگی کرد. آقای کمال‌زاده اینا رو فهمیدین، فقط من میخوام یک سوال رو از هر سه شما در آخر بپرسم خیلی کوتاه اگه ممکنه جواب بدین. آقای کمال‌زاده اگه شما الان جای آقای روحانی بودید برای حوزه کار چه میکردید در این مرحله با وجود تحریم ها؟ وزارت رفاه باید جدا بشه از تامین از وزارت کار، مسئول سیاست گذاری اجتماعی. دولت نیاز به سیاست گذاری اجتماعی جامع داره که بتونه آموزش و حوزه اشتغال و سلامت رو با هم لینک بکنه و در حقیقت بتونه مشکلات بازار کار رو بپذیره و به جنگ اونها بره. هیچ اراده متاسفانه در دولت برای حل مسئله پایه‌ای مسئله اشتغال در ایران وجود نداره و صرفا فکر می‌کنم با پرداخت پول میتونن مشکل اشتغال حل بکنن. اشتباهی که در دوره احمدی نژاد دوره تکرار میکنن و لطمه به نظام بانکی میزنن. ما نیاز به گزاری اجتماعی فراگیر داریم، همین نار پوشش بده. خانم امینی من ببینید اولا یه اشاره بکنم به صحبت آقای کهولزاده در مورد تخصیص بودجه. من با ایشون کاملا موافقم که پول پاشی در واقع کمک به حوزه اشتغال نیست، اما منظور من تخصیص بودجه و تبعیض در اختصاص دادن بودجه بود، بودجه‌ای که باید صرف تولید میشد. در پاسخ به شما هم باید بگم که ممکنه 30 ثانیه جواب سوال منو بدید چون فرصت کردم. در پاسخ به شما هم دارم میگم که در واقع یکی از کارهایی که الان دولت میتونه بکنه این هست که در واقع جلوی فساد و اختلاسی که در جامعه وجود داره گرفته بشه، با یک مدیریت صحیح بتونن در واقع این شکاف عظیمی که بین فقرا و داراهای جامعه به وجود اومده رو کمتر بکنن، به بخشی از مطالبات مردم حداقل، چون در این فاصله بحرانی که کشور قرار داره هیچ در واقع تولید کارگاه‌های تولیدی نمیتونن در واقع مشکل اشتغال زایی رو حل بکنن. تمام بخش از مطالبات میشه پاسخ داد. ممنونم. 30 ثانیه آقای رزق شما هم بفرمایید لطفا. ببینید من همونطور که اول عرایزم عرض کردم بحث اقتصادی نمیشه اون رو به تنهایی گرفت. بحث اقتصادی در واقع خیلی تر هم تنیده است با بحث‌های اجتماعی، بحث‌های سیاسی. ببینید ما تا فضای جامعه رو، فضای اقتصادمون رو سالم نکنیم، تا زمانی که رانت از بین نره، تا زمانی که فساد از بین نره، ما نمیتونیم اقتصادمون رو به حرکت در بیاریم. تا زمانی که برنامه توسعه نداشته باشیم نمیتونیم. میاد خیلی کوتاه و اینکه در واقع باید دولت بیاد قوانین دست پاگیر رو حذف کنه برای بنگاه‌های اقتصادی، باید تسهیلات در اختیارشون بذاره علاوه بر اون بحث های حالا سیاسی خودش، رقابت آزاد بذاره و فضا رو فراهم کنه برای حتی. بسیار ممنونم از هر سه شما که در این بحث شرکت کردین، آقای رزاقی، خانم امینی و آقای کهالزاده. در بخش دوم نگاهی میکنیم به پیشنهادات محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران برای برون رفت از آنچه بحران کنونی خوانده. او در جمع نمایندگان ادوار مجلس گفته بسیاری در حال تخریب اصلاح طلبان هستند، چون با وجود اصلاح طلبی جایی برای براندازی نیست. سپس او پیشنهادات 15 گانه‌ای برای حل مشکلات فعلی مطرح کرده. این پیشنهادات آشنا هستند: تقویت همبستگی ملی، دادن آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، پاسخگویی مسئولان، تغییر نگاه رسانه ملی تنها شماری از آنهاست. اما این پیشنهادات در فضای مجازی با انتقادات زیادی روبرو شده، از جمله اینکه اینها شرایط حال حاضر کشور را ندیده گرفتند و برای مشکلات عمده راهکاری مشخص ارائه نکردند. برای بحث درباره این موضوع دو مهمان داریم: محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از پاریس با ماست،
و از تهران حسن اسدی زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح طلب. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای اسدی، شما چند وقت پیش نامه‌ای نوشتید حدود 100 نفر از جوانان اصلاح طلب با آقای خاتمی. فکر میکنید که این شرایط 15 گانه پاسخی هست به اون نامه شما؟ شما رو راضی کرده؟ سلام. ببینید، اون نامه در واقع نتیجه یک تحلیل بود و اون تحلیل اینه که جریان اصلاحات دچار ضعف‌هایی هست، هم در ساختار خودش، ساختار رهبری خودش، و هم در گفتار و گفتمان و ارتباط با مردم. به طور مشخص در اون نامه ما خطابمون با آقای خاتمی این بود که جریان اصلاحات که امروزه ریزش زیادی داشته پایگاه رأیش، و گرچه هنوز گفته میشه که 60% از مردم لااقل طرفدار تغییرات تدریجی هستند در نظرسنجی های معتبر، اما همون نظرسنجی ها به ما میگه که این کسانی که خودشون رو طرفدار جریان اصلاحات به اون چیزی که افرادی که ما میشناسیم، اینا چیزی کمتر از 15% هستن. ممکنه بگید این نظرسنجی ها کجا انجام شده؟ این نظرسنجی هست که ایسپا انجام داده. بله. و به هر حال این یک چیزی که حالا نیاز به نظرسنجی هم البته نداره، وقتی که آدم در فضای مجازی، فضای عینی نگاه میکنه، این حجم انتقادات از اصلاح طلبان در واقع مشاهده میشه. و این نامه ما در واقع تاکید داشت بر اینکه اصلاحات باید اصلاح بشه، و اون نامه به طور مشخص به شورای عالی سیاستگذاری و اون جنبه ایراد ساختاری اشاره داشت. خب البته این نامه به طور مشخص با این پیشنهادات آقای خاتمی ارتباطی میشه گفت نداره، ولی منظورم این هست که آقای خاتمی دیده مسئله شما رو. آیا فکر میکنید که به این نتیجه رسیده که باید اصلاح طلبی کاری بکنه، یا سران اصلاح طلبان باید کاری بکنن در زمینه نگرانی هایی که وجود داره؟ بله، من فکر میکنم که همون جوری که توی متن صحبت های آقای خاتمی که میخونیم، فرض رو آقای خاتمی بر این قرار داده که اصلاحات داره به شدت مورد هجمه هست، این حالا هجمه انتقاد مخالفت ها، و این رو پیش فرض گرفته. و در واقع من اون جوری که میفهمم صحبت های آقای خاتمی در همه این سال هایی که من به خاطر دارم، این صریح ترین صحبت هایی که به این شکل آقای خاتمی و کاملا مشخصه که مدون شده و منتشر شده، یک حالت بیانیه داره. من فکر میکنم که تا حالا قبل از این آقای خاتمی به این صراحت هم به بحرانهای اشاره کرده باشه، هم راهکارهایی که در واقع به کما بیش به اصلاحات ساختاری اشاره داره. وقتی ایشون دیگه از انتخابات آزاد و باز صحبت میکنن، این یعنی مخالفت با نظارت استصوابی، و وقتی که به حق اعتراض در واقع به رسمیت شناختن اون توجه میکنن، این در واقع یک جوری توجه کردن به جنبش‌های اجتماعی. اما آقای خاتمی همچنان بر روال سابق، برای اینکه این تغییرات رو سرمنزل مقصود برسونه، در همین متن این رو از آقای خامنه‌ای میخواد. یعنی آقای خاتمی میگه اینها خوب است، اما در مقام اجرا میگه من با تمام وجود از رهبری میخوام که با دستورات خودشون این کار رو انجام بدن. صحیح. بنابراین ظاهرا آقای خاتمی در راهکارها در واقع همچنان از باب نصیحت الملوک و اصلاح طلبی که سعی میکنه با حاکم صحبت بکنه تا اون رو متقاعد کنه که وضع رو بهبود ببخشه، داره صحبت میکنه، و مخاطبش البته مردم به هر حال نیستن. آقای توفیقی، نظر شما چی هست؟ این که آقای خاتمی هنوز به طور مشخص در این مواردی که ارائه میکنه تکیه میکنه بر این که اعتقاد داره، اعتقاد راسخ داره به نظام جمهوری اسلامی، به شخص رهبری نامه مینویسه، معناش چی هست؟ به هر حال بسیاری از کسانی که خودشون رو برانداز میدونن این سالها به او انتقادشون همین هست که تو در این سالها فقط باعث امتداد این وضع موجود شدی بدون اینکه کاری بتونی از پیش ببری، و الان باز آقای خاتمی داره همین حرفا رو مطرح میکنه. والا من تصور میکنم که آقای کرباسچی در روزنامه اعتماد امروز، البته خب یک کنایه خیلی محترمانه ای
زده بودند و هم به آقای خاتمی و هم به بیانیه‌هایی که در این روزها منتشر شده، اسم اینها رو گذاشته بود بیان آرزوها. و در انتهای در واقع اون مطلب کوتاهشون هم آقای کرباسی اشاره کرده بودن که خب البته ایرادی هم نداره، لازمه بیان آرزوها، ولی خب مهمتر از اونها این هست، مهمتر از بیان آرزوها این هستش که ما بگوییم چگونه میتوان این آرزوها رو تحقق بخشید. من سوال شما هم فکر میکنم تا حدودی پاسخش به همین جا برمیگرده. ببینید آقای خاتمی، من احترام ویژه‌ای براشون قائل هستم و شخصیت اثرگذاری هستند و در جامعه ما هم به ایشون توجه زیادی میشه، اما این مانع از اون نیست که ما در واقع گفته‌ها یا رفتار یا کردار ایشون رو نقد نکنیم. آقای خاتمی با بیان این در واقع 15 آرزو عملا در انتها تناقضی رو تکرار کردن که میشه گفت در این 20 ساله هم ایشون و هم اصلاح طلبان با اون دست به گریبان بودن. و این تناقض این هستش که این 15 تا در واقع درخواست اگر اصلاحاتی انجام میشد باید نتیجه طبیعی اصلاحات برآورده شدن این در واقع مطالبات می بود که همچنان داره تکرار میشه. اما در انتهای همین سخنرانیشون آقای خاتمی میگه که من از مقام معظم رهبری استدعا دارم که فرمانهای لازم رو برای برطرف شدن این چالش ها و بحران های کشور صادر بکنن. تناقض همینجاست. بسیاری از این چالش ها و مانع اصلی تحقق این در واقع آرزوهایی که آقای خاتمی و یا همه اصلاح طلبان و به نوعی همه مردم ایران دارند، مانع جدی اون رفتار، کردار و گفتار آقای خامنه‌ای و جایگاه ایشان به عنوان در واقع رأس نظام هستش. تصور میکنم اگر انتقادی هم امروز وارده، که طبیعتاً وارد هست این انتقاد، ما در جریان دی ماه 96 و بعد از اون به طور مکرر میشنویم که گروه زیادی از مردم که معترض هستند از اصولگرایان و اصلاح طلبان عبور کردند، به نظر من این عبورشون کاملا طبیعی است. دلیلش هم برآورده نشدن این آرزوها و عدم تحقق ایده های اصلاحی است. اگر با این حساب، اگر اینطور هست، چطور هست که هنوز بسیاری از همقطاران سابق شما یک نامه‌ای مثلا نوشتن، این کسانی که چهره‌های شاخص سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستن، از آقای روحانی، از آقای خاتمی دفاع کردن، از این راهکارها به عنوان راهکارهایی نام بردن که میتونه واقعا مشکلات حال حاضر کشور رو حل بکنه. بس این هستش که همونطور که شما گفتید از سال 76 این حرفا رو آقای خاتمی میزنه. اگه قرار بوده جواب بده توی 20 سال چرا جواب نداد؟ ببینید دوستان قدیمی من که ارادت دارم به همه اونها، همچنان دچار در واقع اون حالتی هستن که در این 20 سال وضعیتی بودن که در این 20 سال با اون در واقع مواجه و دست به گریبان بودن، و اون هم این هستش که شکستن چرخه استبداد دینی که علت العلل در واقع مشکلات حال حاضر ایران هستش، باید برای اون راهکار ارائه داد. زمانی که ما بحث میکنیم از، ببینید البته من تصور میکنم بیانیه تحلیلی دوستان سازمان مجاهدین کاملا متفاوت هستش از صحبتهای آقای خاتمی. از چه منظر؟ ببینید اون بیانیه بیشتر خطابش به جامعه هستش، در حالی که خطاب آقای خاتمی متاسفانه در انتها به رهبر معظم منتهی میشه. در همین بیانیه بحث‌هایی مطرح شده که البته خب در ذکر مصیبت ما امروز کم نمی‌شنویم، رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی، ذکر مصیبت کفایت نمی‌کنه. بله. در این بیانیه به نوعی من فکر می‌کنم اونها هم دچار همین مشکل هستن که در واقع نپرداختن به آقای خامنه‌ای. و میشه گفت که ما یه اصطلاحی داشتیم در سازمان، گاهی اوقات وقتی میگفتیم که بیانیه هایی که ممکنه صادر بشه و در واقع ضمیر خودش رو در جامعه به درستی پیدا نکنه و اجرایی نشه، حداقل برای ثبت در واقع سابقه تاریخ باشه. من فکر میکنم این بیانیه هم به نوعی برای ثبت در تاریخ هستش. آقای اسدی،
آقای خاتمی همونطور که شما هم اشاره کردید، آقای توفیقی هم گفتن این نامه رو به آقای خامنه ای نوشتن، در حالی که آقای خامنه ای مدت هاست که ایشون رو نمیبینن. گفته شده در خبر رسیده که به هر حال آقای خاتمی به نوعی به خواسته ایشون ممنوع تصویر شده، حالا ما نمیتونیم اینو تایید یا تکذیب بکنیم، اما به هر حال فکر میکنید چرا آقای خاتمی تغییر رویه نمیدن؟ چرا هنوز هم آقای خاتمی با تمام تغییراتی که در این سالها انجام شده، آقای خاتمی به نظر میاد که ثابت قدم ترین فرد در سیاست مملکت هست، کماکان همون چیزهایی رو میگه که 21 سال 20 سال پیش میگفت؟ اجازه بدید من چند تا پیشفرض بحث رو بگم که فکر میکنم در صحبتهای آقای توفیقی هم باید اشاره بکنم. یکی این که حجمه بی‌سابقه‌ای که به جریان اصلاحات میشه در واقع از سوی جریانی که حالا خودش رو به عنوان برانداز یا سرنگونی طلب میدونه، از طرف اونا احتمالاً احساس میشه که گام اول در واقع طی شده و حاکمیت الان فرو پاشیده و تنها اپوزیسیون جدی که میتونه کشور را اداره بکنه اصلاح طلبان هستن و به همین دلیله که تلاش میکنن اصلاح طلبان رو در واقع معرض انتقاد قرار بدن، که خب طبیعتاً تصور اشتباهی. اما نکته دیگه این که آقای خاتمی، من تصورم اینه که وقتی که به این بیانات ایشون امروز توجه میکنیم، در اگر به فضای سیاسی نگاه بکنیم و اخباری که وجود داره، یک نکته مهم داره. آقای خاتمی در شرایطی این صحبتها رو میکنه که به اعتقاد من صریح ترین مطالباتی که ایشون از هر موقع که من یادم میاد تا الان داشته، در شرایطی که ما میدونیم که حاکمیت تلاش داره که و تصمیماتی گرفته برای اینکه محدودیت‌های آقای خاتمی رو رفع بکنه و این نکته جالب توجهیه، یعنی اینکه آقای خاتمی در شرایطی که خب هم در رسانه‌های اصولگرا این احساس میشه، هم اخباری که میرسه، در معرض این هستن که بخواد رفع محدودیت بشه. خب البته طرف مقابل هم طبیعتاً یک شروطی داره، یک مطالباتی از ایشون داره، ولی در همین چرا اینطور هست؟ فکر می‌کنید چرا جناح اصولگرا داره با آقای خاتمی، یا دارین اونطور که شما میگید نزدیکتر شده، یا به نوعی انتقاداتش کمتر کرده؟ آیا این همون بحثی است که براندازا میگن آقای خاتمی یک بار دیگه با من سوپا به اطمینان میخواد وارد بشه؟ نه خیر، اصلا بحث جریان اصولگرا نیست. من فکر کنم که این از در واقع هستی اصلی قدرت این تصمیم رو گرفته که محدودیت‌های آقای خاتمی رو رفع بکنه. به هر حال نقش دولت و نقش آقای جهانگیری، آقای روحانی، اینا هم بی تأثیر نیست. اما در همین موقعیت شاید مثلا آقای خاتمی میتونست با سکوت به اون سمت بره. از این جهت من فکر میکنم که یک تغییر موضعی هست، یعنی علارغم این که شما گفتید یک نوع تداومی میبینید، من فکر میکنم که این یک نوع گامیه که آقای خاتمی داره برمی‌داره. از یک نقطه عطفی میشه صحبت کرد و در شرایطی که میتونه نزدیک بشه به حاکمیت و در واقع اونا یک شاید احتمالاً پذیرشی وجود داره، این صریح‌ترین صحبت‌ها رو مطرح میکنه و در واقع توپ رو میندازه در زمین مقامات رو بالاتر. من در واقع آقای اسدی، بحثم در مورد این در واقع شیوه نامه‌ای هست که در این 15 در واقع شرط آرزو، یا حالا پیشنهاد می‌بینیم. این پیشنهادات صحبت‌هایی هستن که به هر حال جدید نیستن، همونطور که گفتم صحبت‌هایی که آقای خاتمی همیشه می‌کردن. حالا تکرار اونها ممکن است به معنی این باشه که در یک نقطه عطفی قرار داریم، اونطور که شما می‌فهمید. اما بحث دیگه بحث این است که این پیشنهادات چقدر واقعاً شرایط حال حاضر کشور رو در نظر گرفتن. بسیاری از منتقدان میگن مثلا یکی از موضوعهای اصلی، یعنی سیاست خارجه، رو کاملاً آقای خاتمی بیرون از این پیشنهادات گذاشتن. فکر می‌کنید چرا؟ بله، این انتقاد وارده و البته من فکر میکنم که این از سر غفلت نبوده در واقع، و آقای خاتمی به هر حال اون پیامی رو که میخواد در واقع همین یک نوع گفتگوی ملی در واقع به نظر من، گرچه حالا لزوما گفتگو نباید دور یک میز باشه، ولی آقای خاتمی این پیام رو داره میده. البته این رو ما متوجهیم که فعلا من با سیاست‌های خارجی کار ندارم، مثلا یعنی یک نوع شاید اینجوری داره نشون میده که
مسائل منافع ملی در عرصه بین المللی الان موضوع بحث متوجه نیست. آقای اسدی، ولی یه چیز رو هممون میدونیم، این که به هر حال الان همونطور که آقای توفیقی هم اشاره کردن، همونطور که در فضای مجازی دیده میشه، بعد از دی ماه 96 ممکن هست که بیشتر این صدا رو میشنویم که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. آیا فکر میکنید این 15 پیشنهادی که آقای خاتمی میده میتونه اصلاح طلبان رو به نوعی برگردونه و بگذاره در تصویر کسانی که فکر میکنن که دیگه برای جمهوری اسلامی باید خط پایانی قائل شد؟ حالا در مورد این شعار البته خیلی اغراق شده، ولی از اینکه بگذریم، یعنی فکر نمیکنم در واقعیت اینجوری باشه که، ولی حتما همونجور که عرض کردم اینه که هم جریان اصولگرا و هم جریان اصلاح طلب شاید روی هم 20% از پایگاه رأی در مردم نداشته باشن در شرایطی که انتخابات نیست، یعنی طرفداران دائمی. نه، من هم فکر نمی کنم که این در واقع بیانات آقای خاتمی به این شکل و با اون شیوهی که دارن که از آقای مقام رهبری میخوان که این کار رو انجام بدن، من فکر میکنم که این اون کسانی که از اصلاحات ناامید شدن و شاید قبلا خودشون رو در چارچوب جریان همین اصلاح طلبی معمول میشناختن، اونا رو دیگه جذب نمیکنه. اما شاید کسانی که همچنان به این اعتقاد دارن و روز به روز کمتر میشن رو شاید یه مقداری نگه بداره. ولی به هر حال آقای خاتمی همچنان، گرچه شاید رگه هایی ببینیم، اما به اون مسیری که فرض کنیم آقای میرحسین موسوی باور داشت که اون هم در واقع سیاست ورزی مردمی بود و با تکیه بر نیروی جنبش اجتماعی و اصلاحات به این شکل، به اون نوع از اصلاحات آقای خاتمی همچنان وارد نشده، کما اینکه وارد هم نشده بود، اما همون مسیر خودش رو داره میره و در واقع از باب نصیحت الملوک و این که باید از بالا انجام بشه. اما در بیان اونها من نکات تازه‌ای رو میدیدم و فکر میکنم که این بسته‌ای که آقای خاتمی داره از این نظر صریح هست، اما تناسب این که بخواد یک موجی رو ایجاد بکنه در جامعه یا یک توجهی رو یا یک سری انتقادات رو رفع بکنه فکر نمی‌کنه. بله. آقای اسدی به آقای موسوی، میرحسین موسوی اشاره کردن، یکی از این بندهای 15 کانه هم رفع حذف هست. آقای توفیقی، نظر شما چیه؟ آیا فکر می‌کنید که این بندهای 15 کانه میتونه اون بخشی که از اصلاح طلبان ریزش کردن، منظورم پایگاه افکار عمومی هست، برگردونه؟ ببینید، من قبل از اینکه وارد این پاسخ شما بشم، یک نکته ای رو در مورد در واقع اشاره آقای اسدی توضیح بدم. ببینید، من از زاویه براندازی صحبت نمی کنم، کما اینکه خودم رو دیگه اصلاح طلب هم در واقع نمی دونم، اما معتقدم هر کسی کشته خودش رو درو می کنه. اگر نظام جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته همه راه های اصلاح رو بسته و حتی پنجره ها رو بسته و در واقع اونها رو سه قفله کرده، این حرکت طبیعی است که جامعه به سمت براندازی بره. چرا؟ چون جامعه منتظر در واقع حاکمیت نخواهد بود. امروز اگر مردم اعتراض دارند و عبور کردن از راهکارهای اصلاحی، به خاطر گشنگی است، به خاطر وضعیت بحرانی است که حالا من نمیخوام وارد ذکر مصیبت بشم. اصلاح طلبان اگر در طول 20 سال گذشته نتوانستند اهداف خودشون رو برآورده بکنند، ببینید، ما آقای خاتمی امروز میاد از این 15 تا است که یکیش هم بحث رفع حصر هست در واقع صحبت میکنه، اما یک زمانی اصلاح طلبان بحث محدود و پاسخگو کردن قدرت، مشارکت همه ایرانیان، ایران برای همه ایرانیان، رفع تبعیض‌ها و حل معضلات اقتصادی رو میدادن. چون اینها برآورده نشده و 20 سال هم گذشته، مردم خسته شدند و این خستگی طبیعی است و فقط موضوع این نیست که در واقع کسی بخواد یک حکومتی رو براندازی بکنه. این حکومت خودش داره خودش رو با بستن راه اصلاح برمی‌اندازه. اما اینکه آقای توفیقی، متاسفانه وقت بیشتری نداریم، این بحث بحثی است که احتمالاً ما ظرف هفته آینده باز هم بهش خواهیم پرداخت. ممنونم از شما آقای توفیقی و آقای اسدی از تهران با ما. ممنون که با صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس شما قرار خواهد گرفت، bbcpersian.com/صفحه 2. برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدد ببینید، لینک برنامه در توییتر ما منتشر میشه همراه با لینک پادکست برنامه @bbcpage2. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه. شب روزتون خوش.
We'll be right back.